بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كتاب خدا مایه شوکت است، کتاب خدا شکوه شکوفای یک امت است. ز قرآن نوای هدایت شنو، پیام جهانی آن وحدت است، پیام جهانی آن وحدت است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، الله 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 الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا سلام. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع
شاء الله. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله 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 جل جلال الله أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بخوان قرآن که گلبانگ یقین است، جهان را نغمه ای زیباترین است. بخوان قرآن که خیزد نور ایمان، زهر برگش که با نوری عجین است. بخوان قرآن که آتش را کند گل، و این گل در جهان خوشبوترین است. بخوان قرآن که آدم تا به خاتم تو را گوید که قرآن بهترین است. سلام و درود خدا بر شما صالحان و پاکان، قرآن باوران، قرآن یاور، میهمانان عالی قدر ساحت مقدس قرآن، نمایندگان ارجمند قرآنی از سایر کشورهای جهان،
دانش آموزان قرآنی منتخب جهان اسلام، یکایک برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان و نوجوانان خوبی که زینت بخش 40th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و 8th دوره مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان عزیز امت اسلام هستند. و سلام و درود فراوان بر پیامبر مکرم اسلام، خواجه کونین و رسول ثقلین، شفیع روز جزا، جناب ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم. و سلام و درود فراوان بر خاندان مکرم آن رسول رحمت و وحدت، مفسرین و تعویل کنندگان راستین قرآن کریم و مسند نشینان سراپرده تطهیر. با آرزوی علو مرتبت و رفعت درجات امام راحل عظیم الشأن و با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، به ساحت مقدس شهیدان سرفراز، اسطوره های ایمان و گلواژه های ایثار عرض ادب و احترام می کنیم و به حول و قوه الهی مرحله دیگری از این مسابقات با عظمت قرآنی را پی می گیریم. عرض سلام و ادب دارم به حضور مبارک یکایک همراهان عزیز رسانه‌ای، شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، شبکه جهانی قرآن و معارف سیما، شبکه خبر، شبکه رادیو عربی و آفریقایی، شبکه جهانی ثقلین، کاربران عزیز ارجمند در بستر آپارات، روبیکا، ایتا، هیئت آنلاین، قرآن آنلاین و مخاطبین عزیز و ارجمندی که از طریق 175 شبکه تلویزیونی و 60 شبکه رادیویی اسلامی در سر تا سر جهان در جریان برگزاری این مسابقات قرآنی قرار می گیرند. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل القرآن نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه. الصلاة والسلام على من زين القرآن ناصية جماله بجوده ووجوده عندما قال له وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم ذوي الحجى وأولي النهى. الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته والصحابة والتابعين أولئك الذين وعوا نهجه بوعي وإخلاص ويقين. سلام على أكتافه ارتسم البدر وغنى له الشادي وداعبه البدر. سلام على كف المحبة تاجه تراتيل آيات يعانقها العطر. ها هو ذا الترتيل الطيب لآيات الذكر المباركات، وها هو ذا عطر أريج القرآن الكريم ينطلق من الدورة 40 لمسابقات القرآن الكريم الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة بالذكور والإناث، والدورة 8 لمسابقات القرآن الكريم الدولية الخاصة بالطلبة. أحييكم أجمل وأعطر وأحلى وأزكى وأنمى تحية لجمال جودكم، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكل النخب المشاركة معنا في هذا العرس القرآني الكبير بمعية العميد المتقاعد، عميد الإعلاميين القرآنيين، وكذلك صاحب الرتبة الأولى في المسابقات الماليزية لعام 89 الأستاذ الحاج عباس سليمي. سنقدم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة أخرى، حلقة جمال ثانية وثالثة ورابعة في هذا المهرجان القرآني الكبير بإذن الله. وسپاس و تشکر فراوان از سید عزیز و ارجمند جناب استاد سید احمد نجف،
عزیز برادر گرامی من تشکر میکنیم از قاری ممتاز میهن اسلامی جوان عزیز و برومند جناب آقای سید محمد حسینی پور نفر اول مسابقات بین المللی دانش آموزان و همچنین نفر اول مسابقات ملی جمهوری اسلامی ایران از دانشجویان ممتاز علوم قرآن و حدیث و برای والد ماجد ایشان که از اساتید با اخلاص قرآن کریم بودند آرزوی علو مرتبت و رفعت درجات داریم. اجازه بفرمایید به همراه شما قرآن دوستان عزیز بیشتر آشنا بشویم با چهره مبارک اعضاء محترم هیئت داوران این دوره از مسابقات. هیئت داوران 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، استاد حمیدرضا مستفید رئیس هیئت داوران از جمهوری اسلامی ایران، استاد عباس البلوشی داور تجوید از کشور کویت، استاد حیدر کسمایی داور تجوید از جمهوری اسلامی ایران، استاد مسعود سیاه گرجی داور تجوید از جمهوری اسلامی ایران، استاد عماد رامی داور لحن از کشور سوریه، استاد محمود لطفینیا داور لحن از جمهوری اسلامی ایران، استاد حسن مختاری داور لحن از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد عباسی داور صوت از جمهوری اسلامی ایران، استاد نصرت الله حسینی داور صوت از جمهوری اسلامی ایران، استاد احمد بن یوسف الازهری داور صوت از کشور بنگلادش، استاد کریم دولتی داور وقف و ابتدا از جمهوری اسلامی ایران، استاد حسن حکیم باشی داور وقف و ابتدا از جمهوری اسلامی ایران، استاد خیرالدین الهادی داور وقف و ابتدا از کشور عراق، استاد مهدی عباسی داور صحت حفظ از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد صادق نصراللهی داور صحت حفظ از جمهوری اسلامی ایران، استاد ضیاء الحق منقاد داور صحت حفظ از کشور افغانستان، استاد شهریار پرهیزکار هادی حفاظ از جمهوری اسلامی ایران، استاد سید احمد مقیمی ناظر عالی مسابقات از جمهوری اسلامی ایران، استاد مهدی دقاقله ناظر فنی مسابقات از جمهوری اسلامی ایران، استاد سید عباس انجام استاد راهنما از جمهوری اسلامی ایران، استاد معتز آقایی استاد راهنما از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد تقی میرزاجانی رئیس کمیته فنی از جمهوری اسلامی ایران. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. سپاسگزارم از دوستان عزیز و ارجمند که حضار محترم و شنوندگان و بینندگان گرامی رو بیش از پیش با اعضاء محترم هیئت داوران آشنا کردند. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک اعضای معزز هیئت داوران به ویژه سرور عزیز و ارجمند نور چشم گرامی جناب استاد دکتر مستفید ریاست محترم هیئت داوران و از محضر مبارک شما کسب اجازه می کنم برای آغاز رسمی مسابقه و دعوت اولین شرکت کننده به این جایگاه مبارک. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی جناب آقای نجف حاضرین در سالن.
در خدمتون هستیم آقا جواهر، هر وقت هم بفرمایید ما آماده‌ایم. خیلی متشکرم استاد عزیز. با کسب اجازه از محضر جناب عالی و سایر داوران عزیز و ارجمند، ضمن عرض خیر مقدم ویژه به محضر مبارک یکایک اعضای محترم خانواده معظم شهیدان سرفراز، پدران، مادران فداکار، همسران و فرزندان گرامی که زینت بخش این محفل هستند و تمثال شهدای فداکار آنان نور و معنویت دیگری به این محفل قرآنی بخشیده، به این نکته اشاره کنم که امروز مصادف است با سالروز قیام مردم قهرمان تبریز به مناسبت 40مین روز شهادت شهدای قم در سال 1356. به روان پاک همه شهدای بزرگوار ایران اسلامی درود می‌فرستیم و با کسب اجازه از محضر مبارک شما با کشور اولین شرکت کننده در این دور از مسابقه آشنا خواهیم شد. پاکستان کشوری در جنوب آسیا است. پایتخت این کشور شهر اسلام آباد و زبانهای رسمی آن اردو و انگلیسی است. دین رسمی پاکستان اسلام است و این کشور 228 میلیون نفر جمعیت دارد که 97% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اهمیت دین اسلام در ساختار حکومتی این کشور بازتاب یافته و نظام سیاسی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی شده است. با توجه به جمعیت مسلمان پاکستان، مساجد مشهوری در شهرهای این کشور احداث شده که ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت مردم پاکستان دارد. جالب است بدانید مردم این کشور علاقه وافری به حفظ کلام وحی دارند و در سراسر پاکستان مدارس فراوانی در زمینه حفظ قرآن کریم فعال هستند. فرزند گرامی و دانش آموز ارجمند، حافظ محترم کل قرآن کریم جناب آقای محمد نوید، از فرزندان عزیز کشور پاکستان، کشور دوست، برادر و همسایه ایران اسلامی. رشته حفظ کل قرآن کریم، محمد نوید از کشور پاکستان. Full memorization. محمد نوید from Pakistan. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقى منصة الاختبار في هذه اللحظة الحافظ المشارك من باكستان محمد نويد. ننتقل إلى صالة لجنة التحكيم الموقرة، و مع التحية المجددة لهم وللأستاذ مرشد الحفاظ، القرعة المختارة من قبل الحافظ القرعة رقم 4. القرعة رقم 4. مرة أخرى أجدد التحية لسائر أعضاء اللجنة التحكيمية، وكلنا آذان صاغية لطرح الأسئلة. تفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. يا أيها الناس أعذنا شيخ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أحسنتم. السؤال الثاني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحسنت، شكرا. وأما السؤال الثالث والأخير. اقرأ من بداية سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من خير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أحسنت بارك الله فيك شكرا صدق الله العظيم اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آله محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آله محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آله محمد اللهم
صل على الهدي محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم. موفور الشكر وكثير الامتنان بين يدي من استمعنا إلى محفوظاته محمد نويد، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين والمشاهدين والمستمعين قناة القرآن الكريم الإيرانية، قناة الثقلين الفضائية، إذاعة القرآن الكريم الإيرانية، إذاعة طهران العربية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكافة متابعي مواقع التواصل الاجتماعية. هنا محل إقامة الدورة 40 لمسابقات القرآن الكريم الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة بالذكور والإناث، والدورة 8 لمسابقات القرآن الكريم الدولية الخاصة بطلبة المدارس. سپاس و تشکر فراوان از دانش آموز گرامی اعزامی از کشور دوست و برادر و همسایه پاکستان جناب آقای محمد نوید. قبل از اینکه در خدمت شرکت کننده بعدی باشیم، همان گونه که مستأثر هستین، دیشب در پایان مراسم قرآنی با شکوه اینجا طی یک قرعه کشی حدود 25 نفر از حضار محترم موفق به دریافت جایزه متبرکه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات کربلای معلا شدند. با توجه به استقبال برادران و خواهران عزیز و ارجمند، این جوایز از امشب به 40 جایزه افزایش می‌یابد، به تعداد رقم 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. 20 جایزه ویژه بانوان مکرمه و 20 جایزه ویژه برادران عزیز و ارجمند که بر اساس شماره هایی که تقدیمتون شده در پایان مراسم امشب به حول قوه الهی این قرعه کشی صورت خواهد گرفت. اجازه بفرمایید که آشنا بشویم با یکی دیگر از کشورهای دوست و برادر و همسایه که دانش آموز عزیز اعزامی بعدی از آن کشور میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. افغانستان کشوری در آسیای مرکزی است. پایتخت این کشور شهر کابل و زبان رسمی آن فارسی دری و پشتو است. دین رسمی افغانستان اسلام است و این کشور 39 میلیون نفر مسلمان دارد. افغانستان یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است و با وجود جنگ‌های متعدد در سال‌های اخیر هنوز سرزمین زیبایی‌ها و جاذبه‌هاست که بیشتر زیبایی‌های طبیعیش دست نخورده باقی مانده است. این کشور به دلیل همسایگی با ایران و به ویژه شهر مشهد مقدس ارتباط قرآنی ویژه‌ای با کشور عزیزمان دارد، تا آنجا که در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه نمایندگان افغانستان در مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران هستیم. چهره دوست داشتنی این قاری محترم دانش آموز اعزامی از کشور افغانستان بیشتر آشنا می شویم. رشته قرائت امیر حسین نبیزاده از کشور افغانستان. Recitation. امیر حسین نبیزاده from Afghanistan. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ومن افغانستان حل ضيفا علينا وارتقى منصة المسابقات في هذه اللحظة في مسابقات
طلبة المدارس أمير حسين نبي زادة سيتلو ما تيسر له من سورة القصص من الصفحة 94 بعد 300، يبدأ التلاوة بالآية 76 وينهيها بانتهاء الآية 80، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أولم يعلم
فخرج على قومه في زينته قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 من حروف الهجاء أستقي ثلاثة من الشين والكاف والراء وأردفها بالتنوين أقول شكرا لعزيزنا الذي استمعنا إلى تلاوته القارئ المشارك من أفغانستان في مسابقات الطلبة أمير حسين نبي زادة سپاس و تشکر فراوان از فرزند گرامی و دانش آموز اعزامی از کشور افغانستان قاری محترم جناب آقای امیر حسین نبیزاده با آرزوی سلامتی، عزت و حسن عاقبت همه جوانان و نوجوانان عزیز امت اسلام یک خیر مقدم ویژه باید عرض بکنم به حضور همه نوجوانان و جوانان به تعبیر رایج روز دهه 80 و دهه 90 که زینت بخش محفل ما هستند و فوج فوج به مجلس ما اضافه میشن آنان که در مورد جوانان و نوجوانان ما به خطا اندیشیده اند حضور و پربرکت این فرزندان عزیز آینده سازان میهن اسلامی و مقامات و مدیران و مسئولان آینده این کشور را به عینه مشاهده کنند عرض خیر مقدم دارم به محضر مبارک همه میهمانان عزیز و عالی قدر اساتید محترم در ترکیب هیئت اعزامی از وزارت آموزش و پرورش کشور عمان که با علاقه در تمام ساعات این جلسات در این محفل حضور دارم خیر مقدم عرض میکنم به حضور برادر گرامی عزت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عادل معاون محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه سرور عزیز و ارجمندم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد قبادی عزیز خادم القرآن از مدیران قرآنی و فعال کشور عرض خیر مقدم دارم به حضور جناب آقای دکتر باقری عزیز مدیر کل محترم قرآنی وزارت آموزش و پرورش و خدا قوت عرض میکنم به برادر ارجمندم جناب آقای دکتر مجیدی مهر و از صمیم قلب خیر مقدم عرض میکنم به عزیز دوست داشتنی کارشناس برنامه های قرآنی مدیر مرکز فعالیت های قرآنی بارگاه ملکوتی باب الحوائج حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و قاری ممتاز هر دو عتبه حسینی و عباسی
علیهما السلام، کارشناس موفق رسانه‌های هم کشور عراق هم در جمهوری اسلامی ایران، جناب استاد سید حسنین الحلو، قاری ممتازی که زینت بخش محفل ما شدند، و مردم عزیز ما، جوانان و نوجوانان خوب ما، با چهره این قاری و استاد و کارشناس محترم در برنامه زیبای محفل از طریق رسانه ملی بیشتر آشنا شدند. قدم همه شما عزیزان بر چشم ما. اجازه بفرمایید که دعوت کنم از جوانان عزیز و ارجمند گروه تواشیح شمیسا از استان اصفهان تا با اجرای دو برنامه در خدمت این جوانان عزیز و ارجمند باشیم. اشکر لكم هذا الحضور المتجلی على افضل بدء و افضل ختام، انه القرآن المبارك المجید، واختصر الضيوف الحاضرين على منصات قلوبنا من داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، الأسماء مرصعة والسمات متجلية على هذا العرس القرآني الجميل الكبير. اسمحوا لي أن أكتفي بسرد الحاضرين على منصات قلوبنا من خارج الجمهورية الإسلامية في إيران، فقد فرشنا لهم بسط القلب هانئين مطمئنين، اجلسوا فهذا محل جمال لحضوركم الجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بوفد سلطنة عمان من وزارة التربية والتعليم، وأهلا وسهلا ومرحبا بمدير مركز الشؤون القرآنية في العتبة العباسية المقدسة، قارئ العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، الأستاذ الفاضل السيد حسنين الحلو، حللت أهلا ووطئت سهلا، ولكل النخب القرآنية المشاركة معنا في هذا المهرجان الكبير، أقول لكم من القلب انطلقت هاتين الهمزتين بالوصل على بركات الله والآي نلتقي، على بركات الله والآي نلتقي، لقاء قلوب صفوها لم يرنق، لقاء على اسم الله جل يشدنا لأكرم عهد طيب النجر معرق. ها هو ذا عهدنا مع هذا الكتاب الكبير والعظيم، القرآن المبارك المجيد. لحظات ونتابع بإذن الله تبارك وتعالى تجليات النشاطات في هذه الدورة من المسابقات مع فرقة موشحات شميسة الحاضرة إلينا من محافظة إصفهان التراثية. كونوا معنا واصحبونا بإذن الله تبارك وتعالى، وشكرا لجود حضوركم ووجود جمالكم. غيث مرسل للكون علمه، عز فضله، محمود من الرحمن اسمه، دين المصطفى للخلق مسعد، هذا أحمد، فخر الكائنات نجم أمجد. غيث مرسل للكون علمه، عز فضله، محمود من الرحمن اسمه، دين المصطفى للخلق مسعد، هذا أحمد، فخر الكائنات نجم أمجد. يا بدر الدجى، يا ضوء الرجاء، يا بدر الدجى، يا ضوء الرجاء، عشق منك حب ود يرتجى. يا قتل الرسل، يا بحر المثل، يا قتل الرسل، يا بحر المثل، كم فضلا علينا من أدبى رجل. شب دلم یه ستاره ای، تو یه معجزه، یه بهانه ای، واسه
عاشقی یه نشانی تو شمیم مهر و محبتی مثل آسمون بی نهایتی نور روشنی یه بشارتی The prophet of love, the messenger of peace The prophet of love, the messenger of peace The last of the prophets of the Almighty Blessing from Lord upon you blessing from Lord peace be upon you show us the love of the Lord inside you محمود من الرحمن اسمه دين المصطفى للخلق مسعد هذا أحمد فخر الكائنات نجم أمجد صلواتي خاتم فرميت عزیزان گروه تواشی شمیسا با یک برنامه دیگر در خدمت شما خوبان خواهند بود و پس از این برنامه در خدمت دو تن دیگر از دانش آموزان عزیز میهمان جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود ان الله و ملائکته یصدون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما أين أنت يا إمامي يا سليل الأنبياء ترفع الرايات عدلا وتعين الضعفاء إننا نسعى بجد ننشر وحي السماء لكن الأرض تنادي أين عز الأولياء يا إمامي يا سليل الأنبياء ترفع الرايات عدلا وتعين الضعفاء إنما نسعى بجد ننشر وحي السماء لكن الأرض تنادي أين عز الأولياء أنت شمس سپاری دل به فرداها و فرداها صبور من غنی از عمق شب از لحظه های بیقرار
می روم تا صبح جمعه تا سحرگاه حضور. سیه دیدار تو اجاز سبز روزگاه، به هوایت بیقرارم بیقرارم بیقرارم. هر سحر یه با دعای احمد جون می شود، کاش اجاز حضورم جام خوشم این رمان. صلواتی ختم فرمایید. تشکر میکنیم از اعضای محترم گروه تواشیح شمیسا از استان اصفهان و مجدداً به محضر مبارک شما میهمانان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و خیر مقدم داریم. اجازه بفرمایید به این نکته قرآنی اشاره کنیم که وقتی این آیه کریمه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تا آخر تلاوت می شود، نوعا امت اسلام به ویژه ما عرض ادب و ارادت می کنیم و با عرض سلام به محضر پیامبر و اهل بیت او مراتب ارادت خودمون رو ثابت می کنیم. هستند افرادی چون من که از کنه پیام این آیه قرآن ممکن است غفلت داشته باشند. این دستور خداوند متعال شامل دو بخش است. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ما این رو انجام میدیم، اما قسمت دوم بسیار مهمتره، و سلموا تسلیما، بدون چون و چنا، بدون هیچ اگر و مگر، تسلیم اوامر این پیامبر بزرگوار باشید. خدا کند که ما به موازات ذکر صلوات، اطاعت محض و کامل و انقیاد بیچون و چرا از این شخصیت بزرگ کائنات و پیامبر بزرگوار داشته باشیم. با این دیدگاه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه بفرمایید آشنا بشویم با کشور شرکت کننده عزیز بعدی که از دانش آموزان گرامی و حافظ کل قرآن کریم هستند. نیجریه کشوری در غرب قاره آفریقا است. پایتخت این کشور شهر آبوجا و زبان رسمی آن انگلیسی است. این کشور 211 میلیون نفر جمعیت دارد که 46% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اسلام و مسیحیت دو دین اصلی مردم نیجریه هستند. اسلام از قرن 7 میلادی توسط بازرگانان مسلمان عرب که از شمال صحرای آفریقا به نیجریه می آمدند وارد این کشور شد. نیجریه بزرگترین جامعه مسلمان را در قاره آفریقا دارد و محل تجمع مسلمانان در شمال این کشور می باشد. شیخ ابراهیم زکزاکی روحانی و رهبر شیعیان نیجریه است که با تأسیس جنبش اسلامی نیجریه حدود 300 مدرسه اسلامی در این کشور و کشورهای همسایه احداث کرده است. شیخ ابراهیم و شیعیان نیجریه علارغم محدودیت‌های شدید ایجاد شده توسط دولت نیجریه موفق به جذب بسیاری از مردم نیجریه به دین اسلام شده اند. اجازه بفرمایید با چهره این فرزند گرامی و حافظ محترم کل قرآن کریم بیشتر آشنا بشویم.
رشته حفظ کل قرآن کریم. عبداللهی عبداللهی گیرای از کشور نیجریه. Full memorization. عبداللهی عبداللهی گیرای from Nigeria. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. با نام زیبای عبداللهی عبداللهی گیرای، حافظ محترم کل قرآن کریم از کشور نیجریه هستند. قبل از تلاوت این فرزند عزیز بزرگوار، عرض خیر مقدم دارم به محضر مبارک نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خاموشی دامت برکاته، و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون داریم در خدمت به ساحت مقدس قرآن و نهاد وقف. همچنین خیر مقدم عرض میکنم به محضر مبارک برادر عزیز و گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد شرفخانی، ریاست محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف. موفور الشكر وكثير الامتنان لجميع الحاضرين على منصات هذه القلوب المفعمة بأريج آيات الذكر المباركات، وأهلا وسهلا ومرحبا بممثل الولي الفقيه ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في الجمهورية الإسلامية في إيران، فضيلة حجة الإسلام والمسلمين السيد الدكتور خاموشي. وأهلا وسهلا ومرحبا بحجة الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ شرف خاني، أيضا رئيس مركز الأمور الخيرية في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل العاملين في هذه المنظمة، وفقكم الله لكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا أيضا بالوفد المرافق له. ارتقى منصة المسابقات في هذه اللحظة من جمهورية نيجيريا عبد الله عبد الله جيراي، يشارك في مادة حفظ القرآن الكريم ضمن مسابقات طلبة المدارس. القرعة التي اختارها قرعة رقم 8، وننتقل من هذه الصالة إلى صالة لجنة التحكيم الموقرة. التحية موصولة لأستاذنا الحافظ الأستاذ شهريار برهيزكار، فليتفضل بطرح أسئلته. الحافظ بأتم الجهوزية ينتظر ويترقب السؤال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أستاذ، أهلا وسهلا. شكرا. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أحسنتم شكرا السؤال الثاني وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم اقرأ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن
متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. حسنتم، بارك الله فيك. والسؤال الأخير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أحسنت، بارك الله فيك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. الشكر موصول والثناء محمول والاثنان معا مقدمان بين يدي من استمعنا إلى محفوظاته
الحافظ المشارك من جمهورية نيجيريا عبد الله جيراي. سپاس و تشکر فراوان از فرزند گرامی و دانش آموز اعزامی از کشور نیجریه، حافظ محترم کل قرآن کریم، جناب آقای عبدالله گیرای. ممکن است سوال پیش آید که به چه دلیلی این همه رعایت حرمت اهالی قرآن به ویژه حفاظ محترم کل قرآن کریم می شود؟ حقیقت مطلب این است که ما توانایی ادای حق حرمت حفاظ قرآن کریم، میهمانان عزیز و ارجمند را نداریم. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرموده اند که اذا ما تحامل القرآن، زمانی که یک حامل قرآن، یک حافظ قرآن عمرش به پایان میرسد، اوحى الله عز وجل الى الارض الا تاكلي لحمه، خداوند بزرگ به زمین وحی می کند و دستور می دهد مبادا گوشت بدن این حافظ قرآن را تناول کنی، و زمین در پاسخ به امر پروردگار پاسخ می دهد قالت یا الهی و سیدی، ای خدای من، ای پروردگار من، فکیف آکل لحمه و کلامک فی جوفه، من چگونه به خود اجازه بدهم که به بدن این حامل قرآن، این حافظ قرآن، این عامل قرآن نزدیک بشوم در حالی که این گنج وحی الهی در سینه او به ودیعت نهاده شده. سلام و درود ما بر همه اهالی قرآن، سلام و درود ما بر همه میهمانان عزیز و ارجمند، به ویژه دانش آموزان عزیز و نوجوانان عزیز آینده ساز امت اسلام. عرض سلام و ادب هم داشته باشم به حضور مخاطبین میلیونی شبکه شاد که در تمام طول مسابقات در جریان این برنامه با شکوه قرآنی هستن. عرض سلام و ادب به حضور یکایک همراهان رسانه‌ای، به ویژه شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. خیر مقدم عرض می‌کنم به حضور مبارک یکایک میهمانان عزیز و عالی قدر، برادر گرامی جناب آقای احد پنا، بهارادر گرامی جناب آقای موسوی فر از مدیران محترم کل سازمان اوقاف، و همچنین برادر گرامی جناب استاد دکتر پورمعین، برادر گرامی جناب استاد پورزرگری و همه خوبان عزیز دیگه، و برادر گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی درچه‌ای، با آرزوی علو و مرتبت و رفعت درجات برای والد ماجد ایشان حضرت استاد درچه‌ای رضوان الله تعالی علیه. اجازه بفرمایید آشنا بشویم با کشور یکی دیگر از شرکت کنندگان عزیز و دانش آموزان گرامی شرکت کننده در هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا است. پایتخت این کشور شهر کوالالامپور و زبان رسمی آن مالایی است. مالزی 32 میلیون نفر جمعیت دارد که 61% آن را مسلمانان تشکیل می دهند. یکی از جاذبه های این کشور مساجد زیبایی است که در شهرهای مختلف بنا شده، که در واقع از شاخص‌های اصلی هویت اسلامی این کشور محسوب می‌شود. جالب است بدانید مسلمانان مالزی ارتباط بسیار خوبی با قرآن کریم دارند و این کشور صاحب قدیمی‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است که اولین دوره آن در 18 اسفند ماه سال 1339 و به همت مولوی عبدالرحمن اولین نخست وزیر مالزی برگزار شد. همواره در طول برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم، این رویداد مهم در کانون توجه مردم، مسئولین و رسانه‌های این کشور قرار دارد. اجازه بفرمایید با چهره این برادر عزیز ارجمند و دانش آموز گرامی اعزامی از مالزی نیز بیشتر آشنا بشویم. لا إله إلا الله.
رشته قرائت. احمد ابرار از کشور مالزی. Recitation. احمد ابرار from Malaysia. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. چهلومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقى عرش التلاوة في هذه اللحظة من ماليزيا أحمد أبرار، سيتلو ما تيسر له من آية الذكر المبارك المجيد من سورة الحج من الصفحة 38 بعد 300. يبدأ التلاوة بابتداء الآية 49 وينهيها بانتهاء 55، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا فينسخ الله ما يلقي الشيطان
والله عليم حكيم. ليجعل ما للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق الله العظيم. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف تحية وألف شكر بين يدي من استمعنا إلى تلاوته القارئ المشارك من ماليزيا. وبهذا بإذن الله تبارك وتعالى سننهي مقطع الاستماع إلى القراء والحفاظ المشاركين في المسابقات الخاصة بطلبة المدارس. سپاس و تشکر فراوان از
دانش آموز عزیز و قاری محترم اعزامی از کشور مالزی جناب آقای احمد ابرار. مجدداً به محضر مبارک یکایک که شما میهمانان عالی قدر ساحت مقدس قرآن عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم. به حضور بانوان گرامی، به ویژه خانواده معظم شهدای عزیز و ارجمندی که قدم بر چشم ما گذاردن خیر مقدم عرض میکنم و حضور یکی از دختر خانمهای نخبه و نابغه قرآنی جهان اسلام، سرکار دوشیزه حنانه خلفی که در جمع ما هستن رو گرامی میدارم. به این نکته مجدداً اشاره کنم که انشاءالله در آخر هر شب ما بر اساس قرعه به 40 نفر از حضار محترم کمک هزینه سفر به عتبات عالیات کربلای معلا رو تقدیم میکنیم. همکنون میخواهم از یک مهندس نرمافزار، از یک کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث که در این حال نفر اول مسابقات بین المللی قرائت قرآن نیز هست، برادر گرامی جناب آقای مهندس سعید پرویزی، تقاضا کنم تا در آستانه اذان مغرب با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید همه ما رو بهره‌مند بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لحظات ونفتح نافذة القلب لأفضل بدء وأفضل ختام، إنه القرآن المبارك المجيد، استقبالا لأذان المغرب بصوت القارئ الدولي الأستاذ سعيد برويزي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل Oh.
خشعت الأصوات للرحمن. الله الله أستجير بالله. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله 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 الله. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. أصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله 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 الله. يا رب يا رب اللهم ارحمنا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. أي والله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله الله الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى فتعالى الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق. اي والله حقا حقا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يا سلام. وقل رب زدني علما. الله يكرمك. رب زدني فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. عليه الصلاة والسلام. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ما شاء الله، نور الله قلبك، ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت يا شيخ. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة سيدنا محمد وآله.